سلام، خیلی خوش اومدید به پارت دهم کتاب ماوراء الطبیعی شدن یا بیکامینگ سوپرنچرال از دکتر جو دیسپنزا. همیشه من اسم کتاب رو اول ویدیوها میگم، ولی باز هم به طرز غیر قابل باوری افرادی هستن که از من میپرسن اسم کتاب چی هست، برای همین نشونتون دادم. پارت‌های قبلی رو اگر ندیدید یا نشنیدین بهتون توصیه میکنم حتما حتی یک بارم که شده بهش گوش بدین. اگر که با این ویدیو به این کانال میپیوندید بهتون خوش آمد میگم، سعی میکنم لینک پارت‌های قبلی رو بالا براتون بذارم و امیدوارم که وقت داشته باشید و بهشون گوش بدید. بریم سراغ این بخش کتاب که خیلی بخش قشنگی هست. بهتون ثابت میکنه که آیا شما جز اون دسته از آدم هایی هستین که قربانی زندگی هستید یا کسی هستید که توانایی رو داشته بر نشدنی ها غلبه بکنه و آفریننده زندگیش باشه. بریم با هم یه کتاب رو شروع بکنیم. میدونید که من از یک بخش هایی میپرم، همه رو نمیخونم. اگر کتاب رو دارید خودتون اونجاهایی که من نخوندم رو بخونید و یا نمودارها رو بهش نگاه بکنید. این بخش اینجوری شروع میشه، میگه توجه به هر جا برود، انرژی به همان جا جریان مییابد. از آنجا که توجه شما هر کجا باشد، انرژیتان هم در همان جاست، وقتی صبحا بیدار میشوید و توجه و انرژی خود را روی تمام افرادی که باید ببینید، جاهایی که باید بروید، اشیایی که دارید و کارهایی که باید در دنیای سه‌بعدی انجام دهید معطوف میکنید، انرژی شما قطع میشود. همینجا داره به شما میگه که اجتماعی بودن، سوشال بودن خیلی چیز خوبی هست، ولی شما باید این رو بدونید که وقتی با آدمهای زیادی در ارتباط هستید، حتی اگر خودتون هم نخواین، دارید انرژیتون رو وقف میکنید بین آدمها. من نه در اینجا نه در اینستاگرام هیچ وقت تنها بودن رو ترویج نمیدم، ولی بهتون میگم که مواظب آدمهایی باشید که دور و برتون هستن. اگر جز اون آدمهایی هستید که نمیتونید تنهایی رو تحمل بکنید، یا آدمهای اکستروورتی هستید که دوست دارید توی جمع باشید، باید این رو هم به جون بخرید که بله، افرادی که باهاش در ارتباط هستید، انرژی شما رو چه شما اجازه بدید چه اجازه ندید، با یک کلمه، با یک جمله، با یک نوع مکالمه میتونن کاملا از بین ببرن. برگردیم. تمام انرژی خلاق شما از شما خارج میشود و به سمت تمام آن چیزهایی در دنیای بیرون جاری می شود که برای جلب توجه شما با هم رقابت می کنند. خیلی قشنگه. مثالی که همیشه بهتون میگم. گوشی همراه، لپتاپ، حساب بانکی، خانه، شغل، همکاران، همسر، فرزندان، دشمنان و و و. اینها همه اون چیزهای حتی خوبی هستند که آگاهانه دارن انرژی شما رو از شما میگیرن، انرژی که شما میتونید ازش استفاده بکنید تا بتونید یک زندگی خوبی رو خلق بکنید. یه جدول داره اینجا، یک نمودار داره بهتر بگم، اگر کتاب رو دارین بهش نگاه بکنید، جالب هست. ادامه بدیم. میگه لحظه در نظر بگیرید که هر یک از این افراد یا چیزها که توجه زیادی به آن میکنید جز شناخته ها، چون شما آنها را تجربه کرده اید. شما آنها را از منظر گذشته درک و تجربه می کنید. پس شما شبکه عصبی در رابطه با رئیستان دارید. شبکه عصبی در مورد پول دارید. شبکه عصبی در مورد همسرتان دارید. شبکه عصبی در مورد فرزندانتان دارید. شبکه عصبی در مورد وضعیت مالیتان دارید. شبکه های عصبی در مورد تمام داشته های دنیای مادی دارید، چون شما تمام این افراد و اشیا را در زمانها و مکانهای مختلف تجربه کرده اید. یعنی داره به شما میگه اگر چیزی رو تا حالا تجربه نکردید و برای بار اول هستش که
میخواین اون تجربه رو به دست بیارید، با اون فرد ملاقات بکنید، تو اون شرایط دارید قرار میگیرید، شما معمولا میترسید. خیلی از آدم ها جز اون دسته از افرادی هستن که برای مثال انجام دادن یک کار جدید، برای مثال یک بیزنس جدید، یک حرفه جدید، دیدن آدم های جدید براشون ترسناکه. چرا؟ برای این که نه شما، نه بدنتون، نه ذهنتون قبلا توی اون شرایط قرار نگرفتید. کل اون چیزی که میخواین باهاش مواجه بشید یک حیطه جدید هست و ذهن شما، مغز شما هیچ مسیر عصبی براش از قبل تشکیل نداده. یعنی چی؟ یعنی اگر شما برای اولین بار دارید، یه چیزی میخوام مثال بزنم که یه ذره آدرنالین ترشح بشه تو بدنتون به خاطرش، مثلا میرید رالی یا میرید اسب سواری، ممکنه بترسید برای اینکه ذهن شما میگه اگر از روی اسب بیفتی، من تا حالا توی اون شرایط نبودم، پس نمیدونم که چطوری میتونم از تو مواظبت بکنم. ولی اگر بار دهمتون هست که میرید اسب سواری، ذهن شما میگه تا حالا 5 بار افتادی، من تو 5 تا شرایط قرار گرفتم که یا تونستم نجاتت بدم یا نتونستم نجاتت بدم، ولی به هر حال من میدونم که اگر تو از روی اسب بیفتی ممکنه چه اتفاقاتی برات به وجود بیاد، پس تا یک حدودی میتونم از تو مواظبت بکنم. اینم دقیقا همینه، میگه اگر که شما تو زمان بچگی یک باوری نسبت به پول داشتید، الان شما بیا 10,000 تا جمله تأکیدی هم برای خودت بنویس، باز نمیتونی خیلی زیاد به اون باور قبلیت غلبه بکنی. چرا؟ چون همین الان توی ذهن شما یک مسیر عصبی نسبت به اون باوری که داشتی تشکیل شده. حالا هر شخص، شی، چیز، مکان یا موقعیتی در واقعیت فیزیکی آشنای ما شبکه عصبی برای خود در مغز ما داشته و مؤلفه احساسی به همراه خود دارد، چون ما تمام این چیزها را تجربه کرده ایم. این گونه است که انرژی ما به واقعیت گذشته، به واقعیت، این خیلی انتکش جالبه ها، میگه که اون انرژی که شما داری به اون واقعیتی وصله که شما تو گذشته تجربهش کردی، یا اون واقعیتی که توی حال داری باش دست و پنجه نرم میکنی. یعنی حتی اگر یه اتفاقی برای توی گذشته افتاده، یک تجربه‌ای رو تو زمان قبل داشتی، اون تجربه برات به صورت باور در اومده، ذهن تو الان نسبت به اون باور هر چقدر هم غلط، یک مسیر عصبی ساخته و تموم شده و تو از الان به بعد هر زمانی که یاد اون اتفاق بیفتی، قرار یک مسیر عصبی که قبلا رفتی و تکرار کردی برات دوباره تکرار بشه و تو قرار نیست یک آفرینش جدیدی داشته باشی. کل مطلبی که تا الان خوندیم این هست، اگر قبلا یک چیزی رو تجربه کردی، یک مسیر عصبی براش ساختی که از این به بعد هر زمانی که اون کلمه رو بشنوی، اون تجربه رو داشته باشی، قرار از همون مسیر قبلی بهش برسی و تو دیگه نمیتونی هیچ چیز جدیدی رو توی زندگیت به وجود بیاری. برای همین اول ویدیو ازتون پرسیدم شما آفریننده زندگیتون هستید یا قربانی. وقتی شما توجه خود را به تمام این عناصر معطوف میکنید، انرژیتان از شما خالی میشود و انرژی چندانی در دنیای درونی، افکار و احساساتتان برای آفرینش زندگی جدید باقی نمیماند. وقتی توجه و انرژی شما بین تمام اشیا، افراد، مشکلات و مسائل دنیای بیرون تقسیم شود، انرژی برای دنیای درونی افکار و احساسات باقی نمیماند. پس انرژی برایتان نمیماند تا چیز جدیدی با آن بیافرینید. حالا سوالمون اینجاست، چرا؟ چون که طرز فکر و احساساتتان عملاً واقعیت شخصیتان را ایجاد میکند. طرز فکر و احساس. بنابراین اگر شما برابر دانسته های خود، یعنی امر شناخته شده، فکر و احساس کنید، همان زندگی سابق را تداوم میبخشید. در واقع میتوان گفت که دیگر شخصیت شما
واقعیت شخصیتان را نمی آفریند، بلکه این واقعیت شخصی است که شخصیت شما را می سازد. و چقدر قشنگ، یعنی این جمله کلیدی جو دیسپنزا است. اگر که سمینارهاش رفته باشید یا به لکچرهاش، به حرفایی که میزنه گوش داده باشید، همیشه این رو میگه، همیشه میگه، میگه اگر که شما یک باوری رو در گذشته داشتی، اون باور به قدری توی ذهنت بزرگ هست، توی مغزت بزرگ هست که دیگه اون باور میشه شخصیت تو. یعنی تو دیگه کسی نیستی که باور میسازی، باور به وجود میآوری، زندگیت رو تغییر میدی. چیزهایی که توی زندگی تو اتفاق افتاده شخصیت تو رو شکل داده و دیگه تو هیچ نقشی در خلق کردن زندگیت، در بهتر کردن زندگیت نداری. و این جمله خیلی جمله ترسناکه. یه بار دیگه میخونم، بهش دقت بکنید و ببینید چقدر ماها قربانی زندگیمون شدیم، قربانی این احساسه شدیم. در واقع میتوان گفت که دیگر شخصیت شما، شخصیتتون، اون چیزی که به ظاهر روی سینی میذارید و به افراد دیگه پیشنهاد میدید، شخصیت شما واقعیت شخصیتان را نمی آفریند، بلکه این واقعیت شخصی است که شخصیت شما را میسازد. واقعیتی که باهاش تا الان دست و پنجه نرم کردی، اون ویژگی هایی از شما را تشکیل میده که روی طبق اخلاص میذاری و به افراد دیگه نشونش میدی. یعنی اون چیزی که تو هستی دیگه زندگیت رو نمی سازه. و این خیلی، به نظر من این جمله رو الان شاید برای خیلی قابل درک نباشه. من چرا درکش کردم؟ چون من خیلی از سمینارهای جو دیسپنزا رو شخصا رفتم. خیلی هم سمینارهای گرونی هست و واقعا به نظر من پولی که از افراد میگیره نوش جونش. این جمله، میگم، جمله کلیدی جو دیسپنزا هست. بنویسید اون جمله که الان براتون خوندم و براش فکر بکنید و به نظر من چند روز اصلا بذارید روی این جمله، فقط فکر بکنید که این جمله چی هست. برای اینکه این رو واقعا صادقانه بهتون میگم، درک کردن این جمله یعنی حل کردن 70% مشکلات زندگی. محیط بیرونی دارد افکار و احساسات شما را کنترل می‌کند. نوعی همخوانی بیولوژیکی بین دنیای درونی افکار و احساسات و دنیای بیرونی، یعنی واقعیت گذشته و حال شما، وجود دارد. شما پیوسته دارید زندگی خود را یکسان نگه می‌دارید، چون دارید توجه که افکارتون باشه و انرژی که احساساتتون باشه رو یکسان نگه می‌دارید. اگر توجه شما، افکار شما، انرژی و احساس شما نسبت به یک مسئله تغییر نکنه، شما هیچ وقت امکان نداره بتونید اون موضوع رو توی زندگیتون به طوری حل بکنید که دیدتون نسبت به اون مسئله عوض بشه. یکی از دلایلی که خیلیاتون میگید همه ویدیوهای من رو میبینید ولی هیچ چیزی توی زندگیتون عوض نمیشه، تعداد کمی هستن، اینو واقعا بهتون میگم، نه حالا بخوام اینجا از خودم تعریف بکنم، همیشه میگم من کنار شما دارم یاد میگیرم، اصلا احساس برتری به هیچ عنوان ندارم، فقط دوست دارم بعضی چیزها رو براتون بازگو بکنم که بیشتر روش فکر بکنید. اون کسایی که میگن به این چیزهایی که اینجا داریم با هم دیگه یاد میگیریم گوش میدن، سعی میکنن توی زندگیشون اجرا بکنن ولی هیچ چیزی عوض نمیشه، من قاطعانه بهتون میگم دلیلش این هستش که شما توانایی این رو ندارید که از اون پوسته احساسات که انرژی شما باشن و افکارتون بیرون بیاین. و تا زمانی که تو اون محیط باقی بمونید، اصلا مهم نیست چقدر مدیتیشن میکنید، مهم نیست چقدر عبارت تأکیدی تکرار میکنید، مینویسید، چه تکنیکی رو استفاده میکنید، تا زمانی که به انرژی نتونی غلبه بکنی و اجازه ندی انرژی قبلی بره و انرژی جدید وارد زندگیتون بشه، مثل این هستش که همیشه یا برای چند سال شما تو ماه اسفند بمونی، نمیتونی برگردی پاییز رو تجربه بکنی، نمیتونی اجازه بدی بهار وارد زندگیت بشه، همونجا موندی. خیلی کارا میکنی، خونه تکونی میکنی، خرید عید انجام میدی، برای بقیه کادو میگیری، سفره هفت سینتو میچینی، ولی روز اول فروردین نمیاد. برای چی؟ برای اینکه تو نتونستی به اون احساساتی که توش
غرق شدی غلبه بکنی و اجازه ندادی یک انرژی جدید، یک فصل جدیدی وارد زندگیت بشه. در آخر، اگر طرز فکر و احساس شما امضای الکترومغناطیسی مخابره کند که بر تمام حوزه‌های زندگی شما اثر می‌گذارد، شما دارید انرژی الکترومغناطیسی یکسانی را مخابره می‌کنید و زندگیتان هرگز تغییر نمی‌کند. می‌توان گفت انرژی شما با تمام چیزهای واقعیت گذشته و حالتان برابر است. شما دارید گذشته را بازآفرینی می‌کنید و این مشکل اصلی تمام افرادی هست که میگن حرفایی که میزنی خیلی قشنگه ها، ولی هیچ چیزی تو زندگی من عوض نشده. شما اصلا به من گوش نده. چیزایی که من میگم رو اصلا بهش توجهی نکن. بعضی ها باورش دارن شما هر چیزی که تو زندگی باور داشته باشی تجربهش می‌کنی. چه چیزای خوب چه چیزای بد. میگن از هر چی بترسی سرت میاد. برای چیه؟ برای اینکه باور شماست. ازش میترسی، بهش فکر میکنی، روش انرژی میذاری و اون انرژی برمیگرده، چه خوب چه بد. اگر نتونی به گذشتت، به باوری که در گذشته داشتی غلبه بکنی، شما گذشته رو بارها و بارها در حال و آینده زندگی میکنی متاسفانه. البته این تنها محدودیتی نیست که وجود دارد. وقتی شما تمام انرژی و توجه خود را به دنیای بیرون معطوف کنید و به همان شیوه های سابق، یعنی با استرس مزمنی که سبب می شود مغز در یک حالت برانگیخته دائمی قرار بگیرد، به آن شرایط قبلی واکنش می دهید، دنیای درونی شما توازن خود را از دست می دهد و مغزتان به شیوه ناکارآمد عمل می کند و سپس کارایی شما در ایجاد هر چیزی پایین می آید. به عبارت دیگر، شما به جای اینکه آفریننده زندگی خود باشید، به قربانی آن تبدیل می شوید. و اینجا این کتاب خیلی قشنگه که داره به شما توضیح میده چرا شما همیشه داری چیزهای یکسانی رو تجربه میکنی، همیشه داری آدمهایی رو تجربه میکنی که میان توی زندگیت بهت خیانت میکنن، میان توی زندگیت ازت دزدی میکنن، میان توی زندگی چند سبایی باهات خوبن، بعد پشتشون رو بهت میکنن و دیگه هیچ خبری ازشون نمیشه. چرا آدمایی که با هم دوست میشن آدمایی نیستن که بتونم بهشون اعتماد بکنم؟ برای اینکه به قدری توی گذشتمون غرق میشیم گاهی اوقات که فقط و فقط و فقط اون چرخه تکراری رو داریم تجربه میکنیم و جذب میکنیم. پارت بعدی به شما داره یاد میده چطوری میتونید به این احساسات منفی غلبه بکنید و چطوری میتونید از قربانی بودن خارج بشید. حتما بهش گوش بدید، پارت 11. امیدوارم که بهتون بتونه کمک بکنه که به این چرخه قربانی شدن پایان بدید.